دقیقه صبر کن بابا ببینم چرا دکمش هم افتاد. بابا این سر با موندت یه دقیقه نگه دار. یواش پوستو داری میکنی. نه بابا آروم بزن. بابا جلو در همسایه بده زشته. بیا بریم با هم آشتی کنیم. مگه ندیدی چه بلایی سر من آورد؟ منو سوزون. بیا بریم تو بزرگتری تو فهمیده. بیا بریم. من دیگه ریختشو نمیخوام ببینم. یواش آوردی؟ بله بگیر اینو. اون دکمش هم عوض کنن. کجاشه؟ دکمه یقشه؟ آره دوتا دکمه افتاده. یواش بابا بردن نگفتم باره بابا اصلا من رو خورد نکن دیگه. اگه تونستی یه دقیقه آروم باشی این سر کن برکن ما مونده رو نگه داری. خوبیت نداره تو روی داداش بزرگت وایسی. حرفی هم داره میان خودمون بگو دیگه. من چیز بدی نگفتم. من گفتم حقمه. آقا بد گفتم. آخه سر قبر هر جا بالا سر جنازه بابا هر چیزی یه وقتی داره یه جایی داره آخه یعنی چی؟ همین دیگه جنازه آقامون وسطه میگه من سهممو میخوام ثابت که فرار نکرده این خونه هم که هست البته نورایی هم هست خب حالا چیش به مغازه کننگیر مگه چقدر میخرن؟ دبیا نه بابا بهجت خانم اونجا سندش تجاریه کلی پولشه واقعا؟ بله بله بالا راست میگه توفیق حالا بعدم میگم آقا صابر ببخشید دستشویتون کجاست بچه دستشویی داره خانم من چیکار کنم دستشویی داره بذار رو سرم آقا بچه رو ببرید دستشویی زشته شما این بابا زشته ببینم چیه تو این معلین خانم بله به جای آقای جلالی اومدیم ما بعد خانم تشویر منزل خودتون بچه رو ببرید زشته در با خیال راحت بعدم بعد از اون ما خبرتون میکنیم تشویر بریم برای مراسم گرفتار شده من دست چیه؟ چای بیارم برات. کوف بیار برای من. چرا؟ چرا؟ برو تو تا بهت بگم. به اعصابت مسلط باش یعنی چی؟ این ظرفا رو کجا بذارم؟ قربون دستت. اون گوشه اون اتاق بذار. درسا. نزن عمه. نزن. است. استاره. چی رو بچه‌ست خانم خونه عزاه. درسا جان نزن عمه. داره دلش میشکنه. یه بذار از. دست است. بیا. مگه مراسم عقده بابا عزاداری آقا جون ها بفرم خانم میگم چیکار کنیم اینا رو چیکارشون داری بابا بذار برای خودشون بزنه اونو نمیگم که پس کی میگم نادر و با صابر چجوری با هم آشتی بدیم من که حریف نشدم این دوتا رو با هم آشتی بدم خب مردم میان برم ببینم میتونم صابر رو بیارم آقا صابر استیکان به این تمیزه من اینه نمیگم همونه من شستم من دارم اینه میگم این همونه من شستم آقا تمیزه با من بس نکن دیگه بس نکن بذاره بهتر بشون بس عوض درم شما درم میبریم بیرون نادر بخواد ازت عذرخواهی کنه من هیچ حرفی با اون عملی ندارم برو منو تنها بذار بجد آقا زشته حالا اون یه خبری کرده خودش هم پشیمونه شما که بهتر میدونی بابا اعصابش خرابه دیگه آقا روانی دیگه خانم روانی دیگه روانی شاخ دوم داره راست میگه دیگه روانیه بابا میت هنوز رو زمینه به من میگه من ارث میخوام بابا میخواد معذرت خواهی کنه میگه میخوام دستشو ببوسم داداش تو رو ارواح خاک آقا پش آقا صابر بلنشو برو این که خواهرته اونم که برادرته شما برادر بزرگی این قدر ایرادهای بنی اسرائیل نگیر استیکام کسفه استیکام کسفه پاشو دیگه داداش پاشو لای قربونت برم سلام بفرستید آله محمد بیا داداش بیا ببین از این از شما برادره حرمت برادرت هم واجبه بزرگتر از تو روح اون خدا بیامرز الان نگرانه الان اون بالا بایستده با درخوله داره نگهتون شایدم اینجا باشه خدا بیام در حال شما بزرگواری بکنی حیفه استاد شما هم بزرگتری گفتن کوچیکتری گفتن دیگه بعد از یه جلده همسه یه جلو نادرتون ببوسیم روی هم دیگه رو ببوسیم داده هست برو من معذرت میخوام اشتباه کردم بذار درست بذار خواهد بل کن بل کن فقط به خاطر روی آقا جون نادر به خوارشون این بابا نکن
اطلاع منو بذار نادر، تو خودت که میدونی من چقدر تو رو دوست دارم. باور بکنیم من نادر رو این دوتا دخترام دوست دارن، شادم بیشتر. غلط کردم. ولی خب نادرم بچه ایه که نه علی دروغه، کمک میکنه به خانواده. من خیلی دوست دارم. بس همان ببینی خانواده چقدر با هم دیگه خوبه. داداش ببخش معذرت. ببین نادر فقط داداش چونه؟ داداش پس کی راجب اون قضیه با هم صحبت کنیم؟ چیه؟ راجب چیه؟ برای همه ارث و میراث ببینیم آخر چیکار کنیم و از خونه چیکار. نادر خجالت بکش، مگه قرار نبود که از این حرفا نزنیم؟ گفتیم سر قبل نگو، منم معذرت خواهی کردم، اینجا میگم تا قرون آخرشم میگیرم، فکر نکن ولت میکنن. بابا این اصلا حالیش نیست، این بی غیرته، بی فرهنگه. خودت بکنم گندوناشو بشکنم. من اینجا داری مفت مجانی زندگی میکنی، کسی بهت چیزی گفته؟ بعد میگم خفه شو. یا دیگه همه دارن میگن اون نونوایی هم 20 سال نشستی اونجا اینه بختک، یک قرون اجاره نمیدی، حق منو میدی، حق این بچه بیچاره رو میدی؟ نه خب باید یه فکر باید بکنیم دیگه، خودت هم داری میگی. خوبه تو هم حالا خوبه. آقا صاحب یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا تو، یه دقیقه بیا عزیزم، یه دقیقه بیا اینجا. چیه؟ تو بزرگتری، تو کوتا بیا. من دیگه اصلا نمیخوام ریختشو ببینم. کامران این از خونه بداز بیرون تا من نزدم دکه دندونشو نشکوندم. چرا خونه برم بیرون؟ اینجا خونه منم هست. راست میگه دیگه، اینم بچه همون باباست دیگه، هرچی به شما میرسه به اونم میرسه. حالا عملیه باشه. داره صحبت کن به تو چه اصلا؟ تو اصلا اینجا چی کار میکنی؟ بابا مگه فردا قرار نیست که کلی مغازه رو بکشیم بالا؟ برو مغازه رو آب جارو بکن، مردم میان آبرومو میره. آقا صابر هرس نخور بابا. اصلا تو چی کار داری؟ این مردم ها بابا بلند نه. آقا بفرمایید. بفرمایید. زحمت کشیدید. تازه گذشته صلوات. صلوات. بفرمایید. وایس صدا تماشا میکنن. اعلامیه چی شد؟ چاپ شد؟ اعلامیه چی 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 شد؟ برای چی؟ میشه خودت بود که. آره دادی شما دیگه. بیا کمال. میری اینم سرداد بده یه 50 تومن. برید بابا برید، هزار تا کار ریخته سر اون خوشم. برید. خیلی زحمت کشته. ان شاءالله شادیاتو. شما هم بفرمایید. شما هم بفرمایید سلام. خوش اومدید. خوش اومدید. دست شما درد نکنه. چیکار می‌کنی؟ شادیات. باشه میرم. نادر. چی دستش نبود؟ چی دستش نبود؟ آقا نادر دستش کرده بود تو کیف تو آرنجه. چی؟ کجا رفت؟ چی بود؟ چه میدونم من؟ کی بود؟ این با کی بود؟ نمی‌واسه فکر خود داخل فکر عملیات من نبود. نه. بیا چه نگاه کن ببین چیزی نبرده باشه. این وقت برده؟ چیزی نبرده؟ برده. چه پول برد؟ نه بابا پول برده؟ بیا بابا بیا اینجا بیا نمیده پشته سری بابا کجا بذاری تو؟ از خر شیطون میره پایین برو بارش باشی کن بابا برادر بزرگتره خجالت بکش. آقا کمال بده ببینم. نمیخوام بدم. یعنی چی نمیخوام بدم؟ من دیگه من خودم موبایل نداری چرا از من دارم این بابا واتریش تموم شده خاموشه بده دیگه اذیت نکن بابا دیگه بابا بیا دست درد نکنم بیا حرف نزنی نه نه با کار واجب دارم دو ساعته کار واجب دارم خیلی بانمکم آره گربه همه اینجوری هم نه با بابای نادر میگم اون سرشو بده تو خدا رحمتش کنه دلم میخواست کارت عروسیشو چاپ میکرد الو بهش حالا ببینم الو ویژن سلام سلام نادرم نادر داری الان بیاری؟ بعد نمیشته بیار قربونت برم من خونه بابا آره اینجا بابا مرده بابا مرده باور کن ببین آدم درستی نیست با آدم های بد حرف میزنه ایه خب برو موبایل تو ازش بگیریم و برای اتفاق بد نیفته بودو راست هم اینکه بیا بیا ازش حالا دیشب مالی بده بینم بابا گوشی رو دیگه ول کن وایسا ایه عجب آدمی ها باشه باشه حرف میزنی کنش بابا کشتی بیا باشه باشه من در خونه بایستدم ها بودو خداحافظ دست درد بابا چرخید چرخید یه بینه خفه نکنی بسره اصلا غیرته بی غیرت بابا
بابا داداش شما که نادر رو دیگه بهتر میشناسی که هرچی به زبونش بیاد میگه. 5 سال بود معلوم نیست کدوم گوری بود، نه ننه میشناسه نه بابا، حالا اومده ارث میخواد، سم میخواد. آره عربای شکمه گذاشتم بهش برسی. البته اگه از حق نگذرین بیچاره بیرا هم نمیگه بجد خانم، دستش خالیه، خب میخواد تکلیفشو بدونه. چی از شما نظر خواست؟ نطق میکنه. بفرما. بابا حالا اون یه خفتی کرد، خوبی هم نداره چون مردم آبروشو میبری داداش. یکی یه چایی برداره بیارم بخوریم. آقا صبر چای بیارم برام. تو نه. صبر کن داداش صبر کن. بذار من خودم واسات میرسم. بجد این آدم بهشون نیست. یادت رفته چه بلایی سر آقا جون آورد؟ ها؟ چی شد؟ نیم ساعت نیست آقا جون رو ما خاک کردی؟ سهمشو میخواد، ارثشو میخواد. بابا من میدونم حق با شماست، اما چی کار میشه کرد؟ برجا دره به همسایه فک و فامل ما آبرو داریم آخه. داداش شما این همه بزرگی کردین یه بارم روش. ها؟ باشه داداش. باشه. شنیدم. قربونت برم. توفیق. بفرم. چی بودو؟ چیزی نبود. بفرمایید. بودو. بودو دم در برش دار بیارش. بودو. چش. با اجازه بهجت خانم. آقا صابر من میرم میارمش. تو هم دیگه هیچ حرفی نزن. صبر کن توفیق. بهجت. فقط به یه شرط ها. دیگه جلوی من حرف ارث و مرث رو نمیزنه ها. چش. 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 تو دیر. آقا صابر راست میگه. منم از اسمیت خوشم نمیاد. بچه‌ها حواسا جمع. زدم. ای بابا امروز شانس نیست ما اونم بابامون اینا نزن. آقا نده بریم تو عزیزم. بابا جون داداشته بزرگترته حالا یه چیزی گفت بناشو بریم تو. من نمیام آقا، من اینجا کار دارم، هر موقع دلم بخواد میام تو. ای بابا حالا بیا و درستش کن. برو من اینجا کار دارم دیگه، شما بفرمایید. آقا نادر بیا نزن. نه من نیستم دیگه. چی شده ترسیدی؟ برو بچه. بابا جون برو. ببی یا عزیز من، من یه ساعت موقع این بابا رو کار گرفتم، راضیش کردم از خریجتون بیاد پایین، اجازه بده جناب عالی تشریف بیارین تو. بیارین تو. خود میگه راضی شد، راضی شد. بابا این مگه اون باید راضی بشه؟ اینجا خونه منه، زندگی منه. بابا چرخی چی؟ پول میزنن. آقا نادر تسلیت عرض میکنم. قربانشون. غم آخرتون باشه. خیلی ممنون. میسازاره؟ بله میسازن. این خونه فاضلیه؟ بله منظره های فاضلیه. ما رو شریک غم خودتون بدونه. باش. قربون شما برم. قدرت شما. خوبی الان این درسته؟ من باید تو خیابون بایستم مردم بیان بهم تسلیت بگن. زشته دیگه. من خودم صلاح بدونم میام تو. شما بفرم. آقا توفیق بفرمید. چی؟ بابا همینو میگیم دیگه. چی؟ بابا زشته. چی؟ بابا اون بیچاره هم داره به تو همین نمیگه، میگه ول کن بیا بریم تو. خب من الان کار دارم، شما بفرمایید من میام. بابا لااقل بذار این دختره بیاد تو، آفتاب زده نشه. این بچه بدون من هیچ جا نمیاد. هیچ جا نمیاد. اینم خودش گفت. بفرمایید برو. شما دیگه کی هستی؟ کجایی بابا بی جان؟ چطوری؟ خوبه؟ خوبی؟ خیلی دلم تنگ شده بود. فوت کرد؟ آره فوت شده. خسیار از ما آره. هم آخر بود. آوردی؟ خوبی بچه ها برین. بچه ها برین. بودو بینم بچه. برین خونه تو. بودو سریع سر. بودو بابا. بودو. بودو برو. خوبی. بده. نشتی با جنس بد به کسی نمیدیم که. دست رو در نکنه. تمام کرده بودم. آره. آزد. آوردی. آزد. نه بابا یکی این تو بود که. دو تا شد. نه بابا جان. نه اینجا باشه. گرفت. چی بود؟ این برقرو تو بابا. برقرو چیه؟ یه دقیقه بیا. چی شده؟ بابا تو خود این بابا رو میشناسی که. میدونی که این چه جوری؟ یواش. یواش چه خبرته؟ به جون خودم نه، به جون بهجت که دلم میخواد دنیا نباشه. خب اگر برادر نبود همچی میزدم تو گوشش که دو شقه میشه. چی شده حالا؟ بابا این آدم نیست که، تو خودت نمیدونی مریضه. نه ایمه
نه ناده. بل ناده. پس اینقدر بهت میگه بچه نمیای تو. چرا نیام تو؟ میام. میام. آره رسید. چی؟ آره رسید. بریم. سلام آبجی. سلام. برو دست درد نکن. بلنشو ببینم. بلنشو ببینم. خواهی کرده بچه رو بدبختی. بذار زن گیره. نه با معتاده که به این زن میده. بفهم. ببریم تو. ببریم تو. چکار کرده بچه؟ مرسی. دست شما درد نکن بهجت خانم. بابا اینقدر رو اعصاب ما راه نر... با آشپزخونه بوده. اون حلیم خانم رو ساکت کن. صدای قلمه رو بده. آره بابا دیونه بوده. خوبه آبجی. درد نکنه. خودت گفتی داداش؟ آره. آه شعر مال خودت داداش؟ پس مالی کیه؟ خب چیه هست حالا؟ ای پدر جان، صبر ایوب بباید پدر پیر فلک را. به که دیگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید؟ آره آره. آره؟ بلدی؟ این که پدر جانش فقط مال خودشه، بقیه هست. نه بابا، داداشم خودش گفته، مگه نه داداش؟ آره بابا، خودم گفتم. نه من شنفتم. شما هم شنیدی؟ بله من هم شنفتم. مرزانه چایی بیار. البته خیلی پرمغز شعره. چشم. من میگم اینو برای مراسم، برای خط بذاریم تو مسجد کنار عکس آقا جون. قشنگ میشه. آره. آره خیلی خوبه داداش. یکی دیگه هم شما بنویس، من فردا بذارم تو مجلس زنونه. خب پس فردا بهجت خانم. چرا؟ مراسم خط پس فردا است. چرا؟ ببین آقا جون دیروز فوت کرد، درسته؟ آه. امروز میشه اول، فردا میشه دوم، پس فردا سوم. نه اشتباه میکنه. نه بابا آقا جون دیروز فوت کرد، از شب قبلش حساب میکنن، فردا سوم میشه. نه اصلا اینجوری نیست. اصلش که من فکر کنم از خاک سپاری حساب میکنن. اونی که ما شنیدیم بیان مثلا الان امروز آقا جون خاک شده، امروز میشه اولش، فردا دومش، پس اون فرداش میشه سومش. چه چرت و پرت داری میگی؟ من داری میگه برو کنار. برو اون بر میگم بابا، برو اون بر ببینم. بابا برو اون بر، با تو کار ندارم. برو یه دقیقه اون بر من بدم. خب امروز که پنجشنبه است، خب فردا میشه جمعه، پس فردا شنبه. خب جمعه ها رو حساب نکنید آقا صابه. چرا بابا؟ روزای جمعه مرده ها آزادن. نه تا چلوم انگار آزاد نیستن. نه وا مگه آموزشیه؟ نه میگم زندانی هم آزاد نیستن. بابا شما چرا گیجبازی داری در میارید؟ مگه امروز 13 نیست؟ فردا مراسم 3 شو میگیریم، روز 19 هم. یعنی شب 19 هم که همون روز 18 هم میشه، شب هفتش میشه. نه بابا دادا شما اشتباه میکنید. چرا شما منتفل نمیشید؟ میگه کاری نداره که داداشون تقویمو بده. داداش ببینید. خب ببین آقا امروز میشه 13 هم، درسته؟ دیروز آقا جون فوت شده. خب این الان ما 7 تا میاریم رو امروز، چون امروز حساب خاک سپاریه. از امروز حساب میشه 7 تا میاریم 8، یه دونه دیگه میاریم روش میشه 22 میشه 7 میشه 22. نه والا تا اونجایی که ما میدونیم 7 یه هفته بعد ترحیم. تازه تعداد بچه های مرحوم هم باید حساب کنی، از این تعداد کم بشه. نه با اینکه که تو میگی اگه مثلا اونی که مرده 8 بچه داشت چی میشه؟ یعنی یه روز قبل از اینکه بمیره باید 7 بگیرن. نه قاطی نکنید. این آقا توفیق میدونه قضیه چی رو داریم میگه؟ قضیه 40 داریم میگه. که 40 روز از فوت بگذره تعداد فرزندهای ذکور رو کم میکنن، حساب میکنن 40 میگه. بده من میرم بالا آقا جون چی میشه؟ که 12 اگه حساب بکنیم بله 22 40 میشه. چون من فرزند ذکورش هستم. 21 ذکورم دیگه. نه تو ذکور نیست. بابا منم مذکر. مرد ذکور یعنی مرد دیگه. بابا تو مورد داری، معتادی تو. حساب نمیشه ذکور. چه ربطی داره؟ میگم ناصرم حساب کردی دیگه داداش ناصر. نه اون که اصلا حساب نیست. چرا؟ اون ذکور زنده نیست، افتاد تو آب خفه شد. خفه بشه حساب نمیشه. آره اون حالا من سر فرصت حساب میکنم. ببین تو فکرت به کجا داری میرسه؟ سر فکرت بابا ما الان بس اینه که صحبت ارث و میراث نکنیم.
کم دارید شما، الان هممون سر زندگی هستیم و راضی هستیم. بعدش هم آقا جون که تو رو انداخته بیرون، الان هم تو کرج داری زندگی میکنی، اجارت هم داری میدی. کرج هم که ماشالله ماشالله هوای خوبی داره، از آلودگی تهران تو دوری، ما اینجا داریم دود میکنیم، پدرمون داره در میاد. آبجی هم که مشکلی نداره، سر خونه زندگیشه، هیچ کم کسی هم نداره. اگه کم کسی هم داشته باشه میاد به من برادر بزرگتر یا به خودت میگه. منم که تو این خونه عادت کردم، یعنی سال ها هیچ وقت تبا نکردم و همین آلونک من راضیم. طبقه بالا آگهی میدم، اینم اجاره با پول پیشش میخواب یه خونه رو یه سر سامونی بدم، یه پاسیو بزنم، پول اجاره هم دو سم من برمیدارم، دو سم نادر، یه سم هم آبجی. چرا داداش آخه؟ چرا داداش آقا یکی من؟ خب اون که اصلا درسته. یعنی چی درسته شما آخه؟ شما یه سنون قانونه دیگه. فقط یه چیز دیگه هست، این اینجام هست ها. کجا هست؟ اینجا، اینجا کجاست؟ اینجا که شما الان توش نشستی، این هم مال باباست، این سهم، ما سهم داریم توش. من دوتا سهم دارم، بهجت هم داره سهم، ما رو باید تا قرون آخرشو بدیم. آخه دیدم تو به کی رفتی آخه؟ مال دنیا داره کورت میکنه، کورت. همه شخصی رو تو تابجی، تو اینجا میگی نمیدونم به داداشمون کمک کنیم، بدبخت بیچاره از مریض کچله، نمیدونم گوشه خیابان، نمیدونم معتاده. خیلی خوب، خیلی خوب، صدات بیار پایین بابا، بچه خوابه، صدات بیار پایین. کار ندارم داداشا، شما هم داری بی منطق حرف میزنی. این دستگاری که برداشتی، پول پیش اونم که برداشتی، خب اجاره خونه رو میخوای نصف کنی؟ آخه اینجوری که نمیشه که. ببخشید معذرت میخوام آقا نادر، فضولا عرض میکنم الان اینجا بحث نونوایی هم مطرحه. نونوایی هم هست. همینه میخواستی دوباره بحث ارث و میراث شو؟ هی من میخوام فرار کنم از این مقوله، به معنویات بها بدم، شما دوتا مثل دوتا بختک دارید روی من و اون مرحوم و عذاب. خیلی خب بابا، میگم صدا تو بیار پایین، بچه بیدار شو. به درک که بیدار میشه، این چای چی شد بس فرزنه؟ ببین آقا جان، تو اگه میخوای به معنویات بها بدی، تو الان 20 ساله داری مفت و مجانی اینجا زندگی میکنی. تو اینجا اجاره میدی؟ نمیدی دیگه. سهم منو دادی؟ سهم منو چی میگی تو؟ نونوایی تو باید بدی. نونوایی چی میگی؟ آخه بدبختا، بیچاره ها، فلک زده ها. آقا صابر، اینقدر هرس نخور سکته میکنی میفتیم، بیا موز بخور. موز میخوان چیکار الان؟ بذار کفنش خوش بشه، بعدن غارت کن. به تو میگم مرد، بی غیرت، معتاد، پولکی، بیچاره. بچه، بس کن دیگه. سلام. خوب خوشگل چیدین اتا آقا؟ فریدم آمازم. چی؟ چی گفتی؟ چی؟ من چی نگفتم؟ گفت مواظب باش، گفت مواظب باش. تو که قد چندام شدی؟ سال سوم. سال سوم قبی تربیت؟ فریده یاد بگیر. من چقدر اون با تربیت شده تو بی تربیت در مدید. اما بلش کن، بلش. درست ها بابا. تو اینجا بمون بازی کن. من الان میام، باشه؟ باشه، باشه، باشه. آیا کیه؟ فریده این حرارت ببینه آب میشه؟ آلومینیوم دیگه. عجب چیزیه. نمیدونی آب میشه یا نه؟ نمیدونم. این آب میشه اگه حرارت ببینه؟ آب میشه. اه. رو شانس نیستیم. بچاره نفهم برای من آدم شد. ارث میخواد. مال دنیا اصلا پولش کرد. بابا بابا. این نفهمه. بابا بگیر. ارث میخواد. بابا بگیر. بگیر. اصلا اینا. خدا حکومت کن. بگیر جلو شو بگیر. ماده. جلو بیایی زن. بابا خواه که. بابا بابا. بابا بابا. بابا بابا. ایشون تو سیخیابی استاد زیر سنگ هم که شده سیخو پیدا کن. برو کنار به سیخو برو. بس خلاص دادی. حوصله کن اینقدر سر مال مینا رو دعوا نکن. چی کار می‌کنی؟ برو بیرون. آذر میگه خونه من، خونه من. اینجا خونه منه، حق منه، حق اون بچه‌ی منه. خدا
رفیق اینا این سیخو ازش بگیر میخواد بزنه چشمو کور کنه. چی کارش کنم بابا با این جماعت سیخ به دست بگیر میشه جنگی. رفیق فرزنه اون صدی درو بگیر. چی کار بابا بچه ها داری تو ها بچه های بابا سر کنه آمده زیر رو نداری چرا به من داری میگی اون دادا شده بگی بابا اون که گفتم یه من سیخی میسکه سر دفعه نگفتم اون اتاق قصد جمع کن برو کن شو چی باید شده بابا بابا میکنی برو ببینم فرزنه فرزنه چی شد بگیر کمک نمیخواد کسی سر دست زنگ نمیزنه من خودم میرم ولی برمیگردم حقمو میگیرم برو یه تو رفتی نداره دیگه شما برای من مردی سلام بابایی سلام خوابیدی یا نه؟ نداشتم بخوابم صدام یا؟ الو من قربونت برم بلنش بلنش شو بریم خونه خودمون بخوابیم باشه چرا بریم زودی؟ خب بریم دیگه بریم اینا نمیذارن ما بخوابیم این سنگه رو ببینیم چه قشنگه این سنگه برای چیه؟ سنگ ماه تولدمه خوبه بابا بهتونی چی نمیگن ما اگه سیخ و سنگ ماه تولدمون رو بذاریم بالا سرمون پدرمون رو در میارن سنگ ماه تولد من چیه؟ بابا فرزاده میگه شما گفت آره؟ نه سال تولدتو گفتم به جای که این مزخرفات رو یاد بچه بدی پایتخت کشورا رو یادش بده یه چیزی به درد بخور یادش بده انگلیسی یادش بده آی ام چی بود بابا بگو؟ من هستم آقا داره بیاد بابا ترس برسا جون از امو امه خدافزی کن داری میری کجا میخوای بری؟ دیگه همه چی تموم شد چی شد؟ تموم شد برکلا بدبخ بیچاره اینقدر تن آقا جونو تو قبل نلرزو داریم بابا بدبختت میکنم یه مو از سرم کم بشه بیچارت میکنم بوده بابا شما خواهرین برادرین آخو چرا میرین؟ چرا این کار رو میکنی آخو؟ نادر سب کن ببینم خانم نظر بره این برادر بزرگ ثروت اینو قسمت نمیکنه بده ناده هیچی نگو هیچی نگو خودت دیدی من میخواستم همه چیزو با زبون خوش بیا بالا بابا حل کنم اون نذاشت بشین یه صورت جلو فین کن قشنگ برید بیرون همه رو آها خیلی خوب حالا منم میدونم چجوری حقمو بگیرم بیا ببینم کجا داری میری ناده بچه رو کجا میبری؟ نادر آقا صابر هرسی میراسی لارنه ورگینه گوی چیخسی گیسه آقا نادرین که هرسی میراسی شنو بده بزا بره یعنی چه؟ شما برادر بزرگین گرفتار اینم بدبخته خیلی خوب بابا بس کن همجه داره یه سری بودا یعنی چه همه خوهر دازیت میگم میگم بس کن من اصاب ندارم بابا عذیت میکنین دیگه اینقدر مخصوصتی گرفتاری شدیم چی شد بجه؟ هیچی دیگه همه نمیخواستی رفت درک گرفت همه رفت؟ آره دیگه ببینم بجن یه موقع نکنه این بلای سر خودشو این نونوایی بیاره هیچ غلطی نمیتونه بکنه آقا صابر از این جماعت سیخ به دست هر کاری که بگی ساخته چیه اون؟ نمیدونم چیه این میگم نکنه یه آتش خاله این پسر باشه به پام چسبیده شمدم نمیشه چیه این؟ چیزی نیست این سرکو میدم بابا مگه یادت نیست با... بابا پامو چکوندی سیخ داشت چی شاته از جا در می آورد یاد نیست؟ این عملیه عملی خوبه بابا اینقدر عملی عملی نگو داداش بیچاره من مریضه بیماره آقا راست میگه اون درد داره درد بیدوا درمان داره آفاته داره اس داره سل داره همه چی داره گرفتار بدبخته مالشو بدیم بزا بره بدبختیمون که یکی دوتا نیستش اگه بیافته گوشه خیابون بمیره باز گرفتاریش مال ما آخ عمت بمیره الهی درستا بچه‌م چه گناهی کرده توفیق بفرما میگم بپر تا سر کوچه ببین پیداش میکنیم برش داری بیاری دو کنون بشینیم حرف حساب بزنی بگی بشین بابا کجا میخوای بری بیا کجا برم دمارس خانم رفت
دود شد رفت هوا. همچین میگه رفت انگار ماشین پایستده بود سوارش کنه. برو بر منو نگاه نکنده، برو بعد بیارش دیگه. بودو توفیق با تو، توفیق بگی بشین بابا، تازه راحت بابا تو خواهرت رو نمیشناسی؟ نبگی بشین دست شما زنا، آدم نمیدونه چی کار بکنه. فرزانه بله پاشو یه استکان چای ورد و بیار گلوم خوش شد. چای نداریم تموم شد. خواهیتی سره بترسیم از آدم، از آدم باید بترسیم باره کرد. خب بایسا همچه بایسا خوبی بابا، برو اینجا بایسا. بایسا چی شده؟ کجا؟ اینجا. این که زخم است. بیا خوب شد. بیا برو این تو، دستتو بشوی گزاز نگیری. ببین اونجا است دستش. بودو شستم. برکلا به به چه تمیز شد بابا. این یه کفتری آقا جونه. آره بابا. بابا داری گریه میکنی؟ من بابا کجا دارم داری؟ دلت تنگ شده؟ آره. یادتوه؟ دوستش داشتی؟ چرا پات تو گریه نمی کنی؟ دارن داری گریه می کنی؟ اون ناراحتی بلای من قربونت برم. چرا اومدی اینجا؟ نقاشی. خب نقاشیت کشیدی بر چی اومدی؟ اومدم نشون بدم ببینم درست. بیبر برو یه دونه دیگه بکش. بوده دیگه اینجا نیا یا؟
بیا 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 نقاشی تو ببینی قشنگ شده. این کیه؟ من. این؟ امو. امو صابره؟ آه زخم داره ابروش. اینا کی هم؟ فریده. فریده فرزنه؟ این چی؟ امی. آه این بهجت، آبجی بهجته. این آقا جونه؟ آخه من کو؟ شما نرسیدی. آها من نرسیدم نکشیدی دیگه. خب تو مگه رسیدی کشید؟ تو کجا رسیدی؟ تو با من بودی؟ دیدی؟ برو برو یه نقاشی دیگه بکش. اینم باشه پیش من نمرتو بدم. باشه؟ برو برو دیگه این برا نیا یا؟ آفرین. درسا در ببن. چیکار کنم خانم؟ همه جا رو گشتم. آب شده رفته زیر زمین. نیست؟ نه جان تو. آخ 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 آخ. دیدین چیکار کردین؟ حالا داداشم باید شب اول مرگ آقام تو این شهر غربت آواره کوچه و خیابون باشه. غربت کدومه خانم؟ تهرونه دیگه. اونا اون گرج هم بغل گوشمونه. تو حرف نزن بابا. چیکار می‌کنی؟ دنبال چی می‌گردی داداش؟ آه این چاقون کو؟ چاقو رو میخوای چیکار؟ میخوام چیکار؟ میخوام قلم بتراشم دیگه. میخوام چیکار؟ آخه الان وقت قلم تراشیدنه. خب بلنشه یه کاری بکن. چی کار بکنم؟ رفت چه به درک چه رفت؟ به من چه؟ آقای یکی گذوش رفت که دنبال چاقوشه میخواد قلمش رو بتراشه. اینطوریه دیگه. هر وقت اعصابش میرزه به هم باید یه کار هنری بکنه. هنرمنده جوری هم دیگه. اینا اینا گوش کن. دمیا چیکار داری میکنی؟ این چیه؟ چرا میخونه این؟ خانم فردا روز ختم باشه یه چیزی بهش بگو. سب کن ببینم سب کن ببینم. داداش 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 ای بابا سلامتی ما عزاداری ما دستم در رفت. فکر کنم همش مال فشار عصبیه بچه. همش فکر این نادرم. شما اصلا انگار نه انگار این خیالتونم نیست. این چه حرفیه داری میزنی؟ من تمام فکر ذکرم پیش نادره. منتها همش دارم میریزم تو خودم. تو خودت بهتر میدونی که من چقدر نادر رو دوست دارم. چقدر از خودم گذشتم. چقدر پای تنور داغ نشستم و عرق ریختم تا این دیپلم بگیره. منتها ارزه نداشتی. بعدش هم اینجوری دست مزمنه داد. با سیخ. خیلی خوب داداش. حالا شما به بزرگی خودتون ببخشید. هی آقا جون همون اولین باری که سیگار دید دستش جق میخوابون تو اون گوشش که برق از گوشش میپرید الان وضعش این نبود. آره والا. آدم میشد. میگم چرا اینجوری شد ها؟ ما برای خودمون چه بروبیایی داشتیم. یادت میاد؟ هر سال میرفتیم این موقع باغ عموینا فشم. خدا بیامرزه مادر جونم. خدا بیامرزه آقا. با نادر میپرید این تروس کنه. شنا رو اصلا شما بهش یاد دادی؟ آره من یاد دادم. اون سال بود نزدیک بود غرق بشه نادر. آره آره کاش غرق میشد. آخه دلت میاد؟ غرق شد دیگه بجد ما خبر نداریم. توفیقم هم همون موقع بود از من خواستگاری کرد. آره چه همچین دوی دنبال من بجد خانم بجد خانم. بله یه شاخه گلم برای من برداشت آورد. خب حالا دیگه بیا داغش رو یه زیاد نکن دیگه. ببخشید داداش. داداش نمیشه بازم مثل سابق بشی. با نادر میگم. نگران نباشی. دمی کردی این اتاق. بذار با امید خدا بالا رو من اجاره بدم. خب. اولین کاری که میکنم پولو پیش گرفتم یه پولی بهش میدم. بعدش هم میگیرم زیر پر بال خودم. برنامه‌ای براش دارم به جز. رای من قربونت برم داداش. خدا از بزرگی کمت نکنه. داداش امروز صبح داشت میرفت این ابر بهار گریه میکرد. اوه
خیلی. نه نادر خودش بچه خوبیه. آره دیگه چقای بد افتاد. خدایلا ذلیلش. وگرنه ذاتاً به من رفته. نعل دروغه، بچه ساده، دروغ باز نیست. میگم بو یان نمیاد اینجا. چی گندی داره میاد؟ بو بو اون چیزاسا. از بالا هم داره میاد. اتاق آقا داره میاد. به به بیا تو. نیستش بابا بریم. بیا کی نیست؟ دیدی بهت گفتم؟ بله. من میدونستم آخر باید پلیس خبر بدم. نزن بابا نزن. وضعو از این که از خرابترش نکن. ناسلامتی آخر برادرته. برادرمه. من برادر ندارم. برادر من 5 سال پیش وقتی آقا جون از تو خونه پرتش کرد تو کوچه واسه منم مرد توفی. بابا اون سا مرده رو بس کنار. بزن. بابا هم شدی؟ بزن ببینم چه غلطی میخوای بکنی. حالا ببین چه غلطی. غلط بگیش نادر اگه جواب بزرگتره تو نده. خب بعد بخواه اگه مامور رو بیان که حساب سخته است برای چی؟ من چی کار کردم؟ ها؟ دزدی کردم. جرمم چیه بگو. من چیکار کردم؟ بله. جرم چیه؟ بله بعدم صدا تو بیار پایین بابا این بچه میشنوه. ببین کنه باز ما دوباره اینجا دعوامون شده. چه جوری کردی؟ بختی بیچاره. تو رو به جرم تصرف عدوانی بدبختت میکنن. تصرف عدوانی چیه؟ تو خودت الان 20 سال چارچنگولی افتادی رو مال بابامون. کسی به چیزی میگه این تصرفه. میبینی؟ همش تقصیر توست بچه. تو ای میگیم نمیدونم مریضی بیچاره از گناه داره راش بده به تو بیا اینم نتیجهش. داداش شما نه افردنش تو که این خودش اومد بالا. خبر ساکت. بعدم شما چی میگین؟ اینجا مال منم هست دیگه. هر موقع دلم بخواد میام، هر موقع هم عشقم بکشه میرم. اون پایینم مال منه، اونجا میام. تو غلط کردی. آره نه بگه من نیزارم تو اتاق آقا جو چیز بکشی. صدادا بیار پایین. ما که صدام پایینه که اگه پایینه صدا. خب صدات پایینه. من چیز چیه؟ میگی چیز میکشی؟ یعنی تو اینجا چیز نمیکشیدی؟ اصلا چیز چیه؟ چیز چیه میکشی؟ چیز دیگه بابا. من اینجا چیز نمیکشم. چیز. پس این دود و اینا مال چی بود؟ دود مال چیه؟ یا یه چیزی سوخته. من مال این سیگاره. بیا اینم. چیه تو دستته؟ این سیخ. سیخ چیه؟ سیخ چیه؟ سیخ بر اون سیخ که فکر میکنی که نیست که. بچیه بیا بیا این اینه. این چه های فاضلاب اینجا میگیره با این سینکو بازش میکنه. سینکت گیره بگو من میام کمک. نه حالا خودم دستم. بس این بو چیه؟ کدوم بو؟ دماغت گرفته خونه رو بو برداشته. فاضلاب دیگه. فاضلاب میگم سلام میزنه تو. چیه؟ بوشو میشناسی؟ نکنه خودت مصرف میکنی ها؟ نه نه تو بفهمت میذارم شو در پیزه تو بفهم. این غلطی نمیتونی بکنی. یا ما سیدت رو بفهم بخواه بچه میاد. بیا بفرما بابا بس بره دعوا شده. نه برم دعوا نشده. اینه برم با هم حرف میذارم. منتها بلند. بچه رو همون موسیقو گرفتی دست. این عمو جون میخواست بابات شمشیر بازی کنه اینو گرفت. آره عمه. آره. من دروغ نگی. من دارم برای چیه. برای چیه عمه؟ بابا مزقاب بیدار میشه وقتی که سیرگیر میکنه. چی؟ وقتی که زبشیرگیر میکنه. آها سیرگیر میکنه؟ بعدش میکنه. بفرما من میدونم که قربان برم. تو از کجا میدونستی؟ میدونم. صابر. همی که منو جلو عمو خراب نکردی خیلی کار خوبی کردی. برگرد قربونت برم. چیه؟ خب برادر من این اگه گرفتار نباشه که از دیوار نمیاد تو خونه که. به جای اینکه صبح تا شب بشینی تو خونه چیز بکشه بره سر کار که از دیوار خونه مردم نره بالا.
دیوار خونه مردم کدومه؟ خونه باباشه ها. مادر مرد بیشن خونه باباش چیز بکشه؟ نمیگی که آخه این بوش اگه بره بیرون همسایی ها پشت سر ما چی میگن؟ خیلی خوب، من دارم بهت میگم که این نرمال نیست، باید رعایتشو بکنیم، زیر بالا پرشو بگیری. دوستم یه اشکال نداره بیاد کبوتر بازی کنه. نه خب اون شکلش برو بیا عمه بیا بازی کنه بچه. برو اون شکلش برو عمو جان برو بازی کنه. این فرشته ها معصومه. من این بچه را از بچه خودم بیشتر دوست دارم. اصلا دوست دارم خودم بزرگش کنم. بازی کنه. ولی این چش سفید من مطمئنم اگه شما اینو زیر پالو برای خودتون بگیرین همه چی حل میشه. یکم سختی داره ولی حل میشه دیگه داداش. عمو جان دست نذارم عمو دست نزا قربونه دست نزا مریض میشه. بوش چی میگه؟ یه چهر روز ما اینو اینجا نگه میداریم جانه. جونم اینا غذا چی میخورن؟ غذا ارزن میخورن عمو جان. ارزن چیه؟ اونا اونجاست اون ارزنه. آره ارزن بهشون بده. بودو عمو جان گوش بکنی سابه؟ نخوری عمو جانا گوش کن میگم تو چهر روز اینجا نگه بداریم این بیست ها مونده چی زن جانه؟ اینا بزرگ میشن چی میشن؟ طلاق میشن نه اون جان همون کبوتر میشن گوش بکنی چی دارم بهت میگم. میگم اگه تو 40 روز ماینه اینجا نگر بداریم جانم. اینا دخترن یا پسرن؟ کدومشون دخترن؟ عمو جان هم دخترن هم پسر. آره هم دخترن آره هم پسرن. سختی جان. ای عمو جان چی عمو جان انقدر حرف نزن برو بازی کن دیگه. بودو برو بودو بازی کن اینقدر حرف نزن دست نزن به کبوترا. بهت میگم حرف نزن برو بازی بکن. بودو بابا ای بابا چی بابا رو چی کار داری؟ عمو میخواد من بزنه. عمو غلط میکنه. برو چون ببینم بگیری بابا این با بچه رسیده آخه این کارا چیه؟ بعده کمگیر دادی برو چون توفه بگیرش. یعنی چی بی حیاست؟ بابا من بهت میگم این نورمان نیست. سر به سرش نزار دیگه. ها چیه فریده؟ عمه به بابا بگید که مهمون اومده چی کار کنیم؟ خیلی خوب یه سینی چای بریز من الان میام پایین. برو اون دستت هم بشور. بودو بهجت دو چیز اینا حالیش میکنی ها. یکی که تو این خونه چیز نمیکشه یکی هم بر من گردن کلوتی نمیکنه و احترام منو نگه میداره. چیه؟ اینا چجوری به بچه‌شون شیر میدن؟ یه بار ببینم بیاده بودو بری پیش بابا کچل نکرد برو ببین این اون مادرش میمونه هی سوال میکنه این چیکار میکنه. داداش ما چش کن دیگه. بیا بابا بیا. آقا صابر، آقا نادر، بابا شما برادری گرتر هم دیگه رو بغل کنید. میدونم. ولی خب نه از صبح چند دفعه شده ما هم جوری. دفعه سوم. سه باره. سه بار اینجوری؟ بله خسته شدیم دیگه. در هر صورت کار بسیار شایسته و خداپسندانه انجام دادید. قربان شما. در این لحظه هم باعث خوشنودی خداوند شدین و هم باعث شادی روح اون مرحوم پدرتون. خدا رحمتش کنه ان شاء الله. معصوم میفرمایند که دو تا مسلمون اگر سه روز با هم دیگه قهر باشن نمازشون درست نیست. شما که دیگه برادرین با هم دیگه. بسیار کارتون خداپسندانه. حاجی جون این داداش ما خمیرش خوبه. ولی کم تجربه است، دنیا دیده نیست، احمقی. احمق چیه تو با تری چرت و پرت میگی؟ من منظورم این که خاصه. خاص که دیگه بد نیستش که. خاص خوبه، باز خاص خوبه. درست صحبت کن. از پسر نو که بالاتر نبود. بابا پسر نو با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. خب، میگم دیگه نادر برگشته، حالا دیگه همه چی شالا درست میشه. نه نادر؟ درست. میگه سگ اصحاب کف روزی چند به یه نیکان گرفت و خب حالا دیگه مردم شد. مذارت خواهشی من نمیخوام. خدا رحمتش کنه. به هر حال دستون درد نکنه تشریف آوردین. خواهش میکنم انجام وظیفه کردیم. وظیفمون بود کاسب محل بود حق گردن همه ما داشت. روح شاد انشاءالله. خدا رحمتش کنه. ممنون. ما چاکر همه هستیم. چاکر شما هستیم. مخصوصا داداش بزرگمون که خیلی دوستش داریم. حلواشو با روغن حیوانی درست کردیم؟ بله خیلی لذیذ بود. دستون درد نکنه. البته طعمش مال زعفرونشه. خیلی زعفرون خیلی خوشمزه بود. دست شما درد نکنه. خدا بیامرزتش. آسا روغن حیوانی نخوره. طعمش خوبه ها. منتها ضرر داره. ولی آقا جون خیلی دوست داشت روغن حیوانی. آخه خیلی. جدی داداش. مگه نمیدونی تو؟ نه. یه روز صدام زد. گفت صابر. گفتم بله آقا جون. بذار دستتو ببوسم. آخه هر بار آقا جون منو صدا میزد اول دستشو بوس میکردم. گفت دوست دارم روز مرگم عطر روغن حیوانی محله رو برداره که مردم حس کنن.
گفتم چشم آقا جون، چشم. ببین تا کجا رو فکر کرده بود ما کجاش خونده خدا بیاموز. من و خانمم هی هر روز بحث میکنیم که امروز چیکار بکنیم، هر چی بیشتر بس به نتیجه نمیرسیم. آخ آخ شد آخ هیچ چیزی نشه. ببینم خرماست نه این رفت زیر پام. فکرم خرماست حاج آقا. چی بود اونجا کجا بوده؟ مال شما؟ نه دخترهای من از این چیزهای استفاده نمی کنم. ببخشید بدین به من. نه این مال شما؟ نه خیر مال شما؟ من مصرف نمی کنم. کجا بودی؟ مال توی؟ نه دختر خانم یه دونه خرماتون زحمت من بدین دست شما درد نکنه. وح و عجب خرماییه. از کجا خریدین این خرما؟ نمیدونم من بگرفتم. من گرفتم حاج آقا، از آقا ساجدی گرفتم. از مغازه ما گرفتم. کیلو چند؟ کیلو هزار تا. هزار تا؟ خریدش هزار تومن. من همه جا 1200 تومنه. خورما هزار تومن؟ آره. چرا؟ دیگه خورماش خوبه؟ خب خوب باشه، محل ما دارم میدن 500 تومن. من نمیدونم در اصل این خورما میارزه میگه. میارزه. خواستی به خود من بگو برات میاره. آره بابا خودت بیا. شما کجا تشریف داریم؟ ما کرجیم. خب اون برای قیمت مناسب تره. آره اونجا بس. آقا جون از کرج میخرید. خدا بیامرد همه چیزش دقیق بود. این ساعت خدا رحمتش خدا بیامرد. آقا صابر چطور حاجی آقا فوت کردن؟ همون جوری که میخواست. داشت خمیر درست میکرد میذاشت تو تنور، منم پشت دخت نشسته بودم. یه با من از زد و صابر گفتم بله آقا جون، بذار دست تو ببوسم. چند بار دستشو بوسیده؟ چی؟ هیچی، با فرزانه بودم. با من بودم. آها. گفت من دارم میرم. گفتم آقا جون کجا؟ یه لبخندی زد. گفت همون جایی که همیشه دوست داشتم برم. من دیگه تا تش خوندم. گفتم آقا جون زود نیست؟ گفت نه پسر وقتشه. تمام زندگی نونبایی همه رو هم سپرد دست من. به جون تو گفتم چشم آقا جون. به جون نادر راست میگم. خیلی خوب من چیزی گفتم. گفتم چشم آقا جون چشم. همینجوری داشت صحبت میکرد بغلم مرد. همیشه آرزوش بودش که تو نونبایی ببینه که مرد. داداش میگم آقا مگه تو بیمارستان نمون؟ چرا؟ همش 10% جون آقا جون مونده بود. تقریبا 90% جون آقا جون تو نونوایی در رفت. خب داداش آقا جون قبل از فوتش راجع من چیزی نگو؟ چرا؟ اتفاقا گفت که خیلی خیلی سلام رو به نادر برسو. خب یکم یه حواشو داشته باش. نادر نظر مغزی یه ذره معیوبه. خاص. بابا این بلکن نیست که. بابا راجب من این چی نگو؟ تو هم همینطور فریده، تو هم همینطور فرزانه. شما به جد، شما آقای ساجدی، حاج آقا به یک یک شما سلام رسول. خدا بیامرز آقا جون همه چیزشون دقیق بود. این ساعت محال بود اسم کسی رو از قلم بندازه. اتفاقا چیزی از شما نگفت. تو یک کلمه چی نگفت؟ نگفت؟ نه بابا.